که بستگی داره به نوع لپتاپ، بین 4 تا 6 تا پین. برای اینکه تشخیص بدیم کدوم پایه منفی کدوم مثبته، شما کافیه که میشه پایه منفی ما اینجا خازن داریم نزدیکی این، مشکلی توی مدار و اتصالی پیش بیاد این میسوزه و نمیذاره به مدار ضربه وارد بشه. صورت پکیج دو تاییه، به عنوان فیلتر استفاده میشه. به این پایه ها میزنیم. بله این پایه که اینجاست یه دیتاشه مثبت، منفی، دیتای منفی، دیتای مثبت و منفی بدنه. سلام دوباره به شما مخاطبین کانال 4 سوم، در حالتون عجب هستین، عالی باشه. امروز میخوام وبکم لپتاپو تبدیل به یو اس بی کنم و ازش به عنوان وبکم رومیزی یا دوربین مخفی استفاده کنید. نکاتی هست که باید بهتون بگم. من یه ویدیو در رابطه با این پروژه توی کانال دارم که جزء اولین ویدیوهای من هست و ویو چندانی نگرفته، به دلیل اینکه کیفیت ویدیو تا حدودی بده و صداش هم خوب نیست، جالب نیست. خودم قبول دارم، برای همین یه ویدیو دوباره ساختم. ممکنه به درد بعضیاتون بخوره. این ویدیو ممکنه پتانسیل خوبی رو داشته باشه برای دیده شدن و بازدید گرفتن. تصمیم گرفتم دوباره ویدیو رو بذارم. خب قبلش عواقب استفاده از این پروژه بر عهده خود شماست. بریم رو میز کار. اینجا ما وبکم رو داریم، همونطور که میبینید معمولا ورودی داره که بستگی داره به نوع لپتاپ، بین 4 تا 6 تا پین. همونطور که میبینید برای این 5 پینه، اینم همینطور و این هم حتی نیست دیگه، روی بورد کنده شده قبلا. من همین دوربینی که دارین اینجا میبینید و از همین روش استفاده کردم و دوربین لپتاپ گذاشتم. دیگه دوربین دیگه تهیه نکردم چون نیازی نیست به اون صورت، کیفیت بالایی نمیخوام. خب برای شروع باید اول بدونیم که کدوم پایه ها رو ما باید متصل کنیم. خیلی خوب، اینجا معمولا پایه ها رو بعضی از بوردها ثبت کرده، مثل این بورد همونطور که می‌بینید ویباس دی منفی دی مثبت و جی ان دی. برای این جا ثبت نکرده، فقط زده 3.3 ولت، یعنی که ولتاژ 3.3 ولت جواب میده، ولی من از 5 ولت هم جواب گرفتم، یعنی همین که الان میبینید و تبدیل به USB مستقیم کردم و 5 ولت شده، جواب میده، نباید مشکلی پیش بیاد. فعلا که حالا تا پیش نیومده. خب این یکی هم برای اینکه تشخیص بدیم کدوم پایه منفی کدوم مثبته، شما کافیه که بذارین من زوم کنم کمی. خب من به تغذیه روی تست بازر میذارم. خب جای پیچ رو انتخاب میکنین و از تو پایه اینجا، خب از این پایه میشه پایه منفی ما. اینجا خازن داریم نزدیکی این سوکت که خازن بزرگی هم هست، یکیش باید منفی باشه. آره این سمتش منفیه، این سمت باید ببینیم که آیا مستقیم به پایه ها. میخوره یا نه. بله همین خازنی که شما میبینید اینجا یه دونه فرید بیته، مثلا فیوز عمل میکنه، تو مسیر منفی قرار داره. همونطور که میبینیم مسیرش اینجا یکیشو در برابر، اگر مشکلی توی مدار و اتصالی پیش بیاد این میسوزه و نمیذاره به مدار ضربه وارد بشه. خیلی خوب، مثبتشو از طریق این خازن این باید مثبت ما باشه، این پایه سوم. خب پایه دیتا از طریق این
سیم پیچ یا فیلد بیتی که دارد دو قلوی اینجا میبینین، این همینه، اینه که اینجا خازن نیست، مقاومت هم نیست، فیلد بیته، مثل فیوز عمل میکنم اینطور که گفتم. اینجا به صورت پکیج دوتاییه به عنوان فیلتر استفاده میشه. اینا تو مسیر دیتای منفی مثبت و منفی مثبت USB قرار میگیرن و منفی یا مثبت خود برد به این کاری نداره. تو اکثر بردها به همین صورت، مثلا فلش های کلان فلش از همین روش استفاده میکنم داره از اینا، فقط دیتا ها به این منتقل میشه. خب اینجا میذاریم، یک سرشو میگیریم، به این پایه ها میزنیم. بله این پایه که اینجاست یه دیتاشه، مشخص نیست. بله این پایه که اینجاست این دیتایه و این پایه که اینجاست دیتا. خب پس این دوتا پایه میشه دیتا، این میشه مثبت، اینم منفی، اینم باید احتمالا NC باشه، به هیچ جا متصل نباشه. پس شد منفی، مثبت، دیتا. حالا این دیتا منفی مثبت رو کدوم از این دیتا ها در واقع ممکنه باشه؟ اگه ما USB متصل کنیم و خود این ماژول USB رو جا به جا اگه بزنیم مشکلی پیش نمیاد، یعنی اگه جای منفی مثبت دیتا رو، دیتا منفی مثبت رو جا به جا بزنیم، نهایت اینه که ارور میده روی کامپیوتر و شما لحیم رو باز میکنید، جا به جا میکنید، ولی خب منفی مثبت رو همیشه رعایت کنید، اشتباه جان نزنید، کنه برد بسوزه یا حتی ممکنه به دستگاهتون صدمه وارد کنه. خب نزدیکتر میارم. بله این شد، این دوتا شدن دیتا، این شد مثبت و این شد منفی ما. حالا منفی رو به این دوتا اگه در نظر بگیریم، این مثبت، این دوتا هم دیتا. خب یه برد دیگه داریم که اینو کندن از قبل، اون همون سلف یا سیم پیچی که بهتون گفتم فرید بیت یا سیم پیچ اینجاست، این سیم پیچه، فرید بیت نیست، سیم پیچ دیتاست که این دوتا مقاومت هم بعدشه. اصلش اینه، باید ببینیم منفی کدومه طبق اون روشی که بهتون گفتم. منفی رو اینجا میگیریم جای پیچ. خب این منفی مونه، مثبت همطور که بهتون گفتم سمت یک نزدیکترین خازن میره. ما این خازنی که اینجاست رو در نظر میگیریم، یک سمت خازن باید منفی باشه. بله این پایه که اینجاست سمت مثبت ماست، پایه که اینجاست دیتا هم باید از این سه تا یه دونش باشه. حالا تست میکنیم ببینیم، یه سمت این سیم پیچ، یه پایش، یه دیگه. بله این همون قضیه است، این همون برد دیگه است. این دوتا میشه منفی، دوتا دیتا و این هم مثبت ما. شما میتونید به همین روش برین جلو، این هم همینه، فرقی نداره. برای این هم فیلد بیت داره، این دوتا، اینه در صورت پکیج دو قلوه. این راحت تره، یه دونه مقاومت صفر اینجا داره، فیوزه که به مثبت میخوره. اگر نشد با این خازنا میتونین امتحان کنید ببینید یه پایه به کدوم از این خازنا میرسه، پایه مثبتش و منفیش هم که میتونین از این قسمت پیچا بگیرین. خیلی خوب، ما میتونیم از USB استفاده کنیم، کابل USB یا این چیزی که ساختم، از سوکت شارژ هم میتونیم بزنیم و استفاده کنیم، از دو روش استفاده میکنم. خب برای فهمیدن این سوکت ها رو یادتون باشه دوستان، من شاید بعدا یه برنامه دوره ساختم
یه مختصر بهتون میگم، این کابل های USB که چه از بازار میخوام و یا اینکه از روی دستگاه برمیدارین حتما تست کنین و جایگزین کنین. اینا بعضا هم میبینید که رنگاش هم خیلی مختلفه، معمولا رنگ حالت نرمال و روتینی تو بازار قرمز و قرمز مشکی سبز و سفیده. قرمز که مثبت، سبز مشکی هم که منفی. سبز معمولا دیتای مثبته و سفید هم دیتای منفی. تو اینترنت هست میتونید ببینید. برای این فرق میکنه، این چینش پایا به صورتی که مثبت، اگه به این سمت بگیریم میشه مثبت، مثبت منفی، دیتای منفی، دیتای مثبت و منفی بدنه. خیلی خوب. خب دوستان، همونطور که دارید میبینید من این ماژول رو به سیستم متصل کردم و از طریق همون دارید منو میبینید. یه چند تا ویدیو بالا دارم میتونید برید ببینید. اگر از ویدیو خوش اومد لایک کم بکوبین. اینم آقای مهندس اینجا. خب تا دیداری بعد و ویدیو بعد، خدا.